سلام، من مریم هستم، ساکن کره جنوبی. در این قسمت از ویلاگ من گلایی که میبینید خشک میکنم. چند تا دستور غذای ساده که میتونید تنها آماده کنید بهتون یاد میدم و همینطور برای رژیم خیلی مناسبه. و در آخر هم در مورد مقاله پایان نامم که دارم می نویسم براتون صحبت می کنم. اینو که می بینی یک کش خیلی قوی هست که موقع اسکوات و ورزش ازش استفاده می کنم به جای وزنه. نهار امروز سوپ دال عدس و جو هست. اول دال عدس رو میذارم کم خیس بشه، بعد گرجه رو آماده میکنم. چون داخل کره معمولا روبای خوشمزه این نداره، همچنین گوجه های خوشمزه این نداره، ولی گرجه بهتر از روب هست. اگر میخواین که خیلی کالری کمتری داشته باشه، میتونید به جای روغن از روغن زیتون استفاده کنید یا کلن گرجه ها رو با آب بپزید. یا قاشق سیر رنده شده بهش اضافه میکنم. زردچوبه، فلفل سیاه و نمک و همینطور فلفل. من چون غذای تند واقعا دوست دارم، یکم بیشتر فلفل ریختم داخلش. البته بدونید که این فلفل کره‌ای از اون فلفل قرمزی که ما داخل ایران داریم تندیش کمتر هست. وقتی که گرجه ها خوب پخت، دال عدس ها رو که خیس کرده بودم بهشون اضافه کردم. بعد مقداری هم جوپرک اضافه کردم. نسبت جوپرک با دال عدس 1:1 هست و همینطور گرجه، یعنی 1:1:1، هر کدوم یک پیمانه. بعد تا سطح مواد پوشیده بشه و حتی یکم بیشتر آبش اضافه میکنم و میذارم بجوشه. وقتی که بجوشیدن شروع کرد، یه دونه هم لیمو امانی میذارم داخلش که ترش و خوشمزه بشه. بعد میذارم حدودا نیم ساعت تا 40 دقیقه همینجوری روی گاز بجوشه تا آبش غلیظ بشه. موقع درس خوندن دوست دارم آهنگای جاز و آهنگای کلاسیک که توی کافه پخش میشه گوش بدم. برای همین از طریق یوتیوب اون پلیلیست ها رو سرچ میکنم و به درس خوندن ادامه میدم. اینم از سوپ دال عدس من برای نهار و همینطور صبحانه. دیروز از توی اپلیکیشن مواد غذایی که میخواستم و سفارش دادم و ساعت مورد نظرم را انتخاب کردم و امروز گذاشتن در خونه سر ساعت. روی بستم نوشته اموری پپدو پابنگوگ چنگو تزیا، یعنی هر چقدر هم سرتون شلوغ باشه بالاخره باید غذاتون رو به خوبی بخورید. این کیم هست که خریدم، یه نوع جلبکه و میدونید که به خاطر کرونا با دستمال باید دونه دونه رو تمیز کرد. ترپیاز،
این یه نوع قارچ کره‌ای هست. بروکلی. کنسرو ماهی هست. تخم مرغ. شیر و ماست. جدیدن عاشق ماست گریک شدم. این بستنی میمونه. اینم دو تا ظرف خریدم برای موقعی که سرم شلوغ غذا درست میکنم، بذارم داخل این اضافه شو که بعدن داخل مایکروویو گرم کنم بخورم. اینم کاغذ برای فر و همینطور مای سرخ کردن، خیلی خوبه، روغنو میگیره و نمیذاره بسوزه. این آب قلم گاوه که گذاشتن پخته. اینم که کنجد، نمک. تموم شد فکر کنم دیگه. خب بریم سراغ استرس خالی کردن سر این پلاستیک. بریم سراغ اسرونه. مقداری ماست رو میریزم داخل یه ظرف و یکم از جوپرک و دانه های حالا آفتاب گردون و گردو و اینا بهش اضافه میکنم و میذارم داخل یخچال حدود 3 ساعت یا 4 ساعت بمونه که رطوبت ماست به خورد اون جوپرک ها بره، یا همون اوتمیل بهش میگن. برای پوست خوب و رژیم بهتره که روزانه 2 لیتر آب حتما بنوشید. میتونید به جای آبم از چای استفاده کنید مثل من. خب میخوام یکم در مورد پایان‌نامه باهاتون صحبت کنم که موضوعش هست مایکرو اینفلوئنسر. ممکنه کلمه اینفلوئنسر رو شنیده باشید که به معنی حالا بلاگرا یا استارهای اینستاگرام، فیسبوک یا هر سوشال نتورک دیگه میشه که میتونن از لحاظ مارکتینگ تأثیراتی بذارن روی حالا فالوورهاشون، تأثیرگذار باشن. یعنی طبق این آماری که حالا تو اینترنت پیدا کردم، تعداد فالوورها هرچی از 1000 تا بیشتر میشه، میبینید که تعداد لایک ها و همینطور کامنت ها افت میکنه. یعنی هر چی که تعداد فالوور ها میره بالاتر، افرادی که داخل یک پیج فالو میکنن یه نفر رو متنوع تر میشن. خب و تعداد لایک ها برای همینه که کمتر میشه، چون علاقه هاشون به اون شخص، به همین موضوعی که اون شخص علاقه داره، متمرکز نیست. برای همین معمولاً برای مارکتینگ کسایی که فالوورهاشون، تعداد فالوورهاشون بین 1000 تا حالا 10000 یا حتی 100000، یعنی بین این محدوده باشه، بیشتر مناسب هستن نسبت به سلبریتی ها و اینا، مخصوصا برای برندای متوسط و کوچک. حالا نه برندای خیلی حالا شناخته شده که اونا کلن با سلبریتی ها کانترکت دارن. اما مثلا وقتی که برند لوازم آرایشی میخواد مثلا یه کرم پودر رو تبلیغ کنه، به جای که بیاد به یه سلبریتی
مثلا حدودا چه میدونم یه حالا یه مقدار خیلی بزرگی پول بده برای تبلیغ، میاد با خیلی هزینه کمتری یه سری پروداکت رو به صورت رایگان به یه سری از این مایکرو اینفلوئنسرها که حالا فالووراشون در این محدوده هستن ارسال میکنه. حالا بعضی معمولا اونایی که فالووراشون در این حد زیاد هم پول نمیگیرن، فقط پروداکت ها رو میگیرن، رایگان استفاده میکنن و ریویو میکنن. اینجوری خیلی خیلی بیشتر به نفع اون کامپنی هست، هم محصولاتش رو معرفی میکنه، هم تعداد پستایی که میخوان ریویوش کنن خیلی بیشتر میشه و نسبتا داخل مارکتینگ کلن نتیجه بهتری داره نسبت به استفاده از سلبریتی ها. دیگه منم حالا دارم یه الگوریتم درست میکنم، مینویسم برای دیتکت کردن همچین اینفلوئنسرایی که بین این بازه هستن و حالا مناسب هستن برای مارکتینگ. دیگه کدشو که من کامل نوشتم چند وقت پیش که دیدین داخل یک ولاگا که داشتم توی اکلیپس کد جاوا میزدم، مال همین بود. کد اینو زدم و الانم دارم متنشو مینویسم. متنشو حالا دقیق بهتونشو نمیدم. آره دیگه تا فردا تحویلش بدم دیگه پایان نامم تموم بشه. به سلامتی. اینم ماست و اوتمیل من بعد از فکر کنم 2.5 تا 3 ساعت توی یخچال. خب بریم سراغ شام. یکم پیازچه رو خرد میکنم، با قارچ و تخم مرغ آماده میکنم برای شام. اول پیازچه ها رو سرخ میکنم. اینجوری کره‌ها بهش میگن که روغن پیازچه درست میشه، چون پیازچه داخل روغن یه بوی خیلی خوبی میده به روغن. بعد قارچ ها رو بهش اضافه میکنم و میذارم خوب سرخ بشه. بعدم یک و الا 2 تا تخم مرغ بهش اضافه میکنم. چون من نون همراهش نمیخورم برای همین 2 تا تخم مرغ اضافه کردم با نمک و فلفل سیاه. بعد استرسم و سر این تخم مرغ خالی میکنم، یکم به همشون میزنم تا خوشمزه و آماده بشه. بعد از شام هم معمولاً از این لاکتوفیتا استفاده میکنم. باکتری های معده برای هضم غذا خوبه و همینطور سلامتی معده. امیدوارم از این ولایم خوشتون اومده باشه، روز خوبی داشته باشید و منتظر سابسکرایب، لایک و کامنتاتون هستم.